Elsewhere in Afghanistan, the central town of Bamyan has also been lost by the Taliban. Confirmation that the Taliban have gone has come from the BBC's World Affairs correspondent David Loyne, the first Western journalist to reach the town. The town the Taliban left behind has been completely destroyed. Not only have the Buddhas gone, blown up by the Taliban in an act of wanton desecration this year, but every building, shop and houses has been destroyed. We found the same story across the Hazara region, which suffered more at the hands of the Taliban than any other, because most people here are of Shia background. Сухтарина, Паясадарана, Чиударана, Диодиологи, Сарвашаяко, Гаума, Пакпишхана. Ой, хвай, и золим дальше. برو دوام. امی اینمی سوی بینمیز خونه اما تا شری شهی چیز هم وایشی اینو مال من دا سقیل چهار سقیل دا جای اینمی دا جایشی اینمی سقیل را بی سپر هست اینمی خواگ آنمی تا دا جای خمان اوام دختر این قصی یک ریزا تو داخل از این خونه کشت؟ داخل امیز خونه کشت یک کم میری واتا مریض جول بود و مایم بشه دا گیردم زمان دیگا که کندی و شهی چ اون وقتی که طالب داخل خانه آشون زنها رو از خانه بیرون میکرد مردا رو میگرفت و همون پیش روی از دمی زن و بچه ذبح میکرد حلال میکرد با کار یا با سرش با مرمی میزد شکمش رو میدرید اکثریت ما بالخصوص خود ما به تکلیف مرض روانی گرفتار شدم مرض اعصاب پیدا کردم اکثری وقت حرف که میزنم اصابم دیگه میشه، حواسم فرد میشه و اصاب های ما، اکثریت ما، مثلا اینا اکثریت یعنی اونا مرض عصبی پیدا کرده یک حرفی که یک نفر بزنه برش بد تاثیر میکنه، ناراحت میشه، همون ساعت میشنگه اصاب تفله های ما مرض عصبی پیدا کرده زنها و بچه های مردم را به کوه های بابا به کوه های سر به فلک کشیده یخ زدن تفله های مردم را که در کمرهای سنگ گذاشتند، پیرزنها را یخ زدند، پیرمردا را یخ زدند در این کو، همگی شاهد هستند که در امو کو فعلا جسدهایشان در بخواه سنگ دفن شدگی هستند. بسم الله الرحمن الرحیم والسماء شاید مهمترین حادثه در تاریخ هزاره دوران امیر عبدالرحمن است. تعصب مذهبی شدیدی داشت. امیر عبدالرحمن از پادشاهان مقتدر و جابر و ستمگر افغانستان است. قلعه هایشان را آتش زدند. به قسمی که تنها در منطقه اورزگان 1300 قلعه تخریب شد. صدها هزار نفر به قتل رسیدند. خانه ها غارت شد. زنان و کودکان مردم را به اسارت گرفتند و به عنوان برده در معرض بیع و فروش نهادن. تاریخ دوران امیر عبدالرحمن شبیه است به دوران طالبان در این زمان. گپشان این بوده که تاجک ها باید بروند به تاجکستان و ازبک ها بروند به ازبکستان و هزاره ها هم بروند
به گورستان. La terre des Hazara. Vaste plateau isolé au cœur de l'Afghanistan, refuge naturel d'une communauté de musulmans chiites dont les traits asiatiques évoquent des ancêtres venus de steppes lointaines. Assez pour attirer les préjugés de leurs voisins, tous de confession sunnite. À la fin du 19e siècle, l'émir Abdurrahman de Kaboul entreprit la conquête de ces hautes terres dans la violence. Territoire rebelle à son autorité et convoité par les nomades pachtounes du sud. Pour les extrémistes religieux sunnites, il s'agissait aussi d'éradiquer les musulmans chiites, déclarés infidèles. Massacres, dévastations, esclavage, exil, ont scellé le destin de plusieurs générations. À partir de 1998, les talibans voulurent imposer leur pouvoir sur les régions Hazara. Afin de briser toute résistance, une politique de terreur et de violence systématique entraîna la misère et la fuite des milliers de familles. Parcours qui se répète, comme enraciné dans l'histoire. از نظر سیاسی نیز در حد بسیار عقب مانده نگه داشته شده. زمانی که در ولایت ننگرهار دانشگاه ساخته می شود، در ازارجات حتی یک مدرسه مکتب ابتدایی هم وجود نداشت. اعداد یک رقمی چی است؟ صفر. خب کوچکترین اعداد کوچک. من فهمیدم ما در مکتب شامل کرده بودم. من رفته بودم در مکتب ده. اونجا من نمیفهمیدم مزارع کیست، پشتون کیست. من یک پارا هیچ نمیفهمیدم. زمانی که من در مکتب داخل شدم همه مرا با تعجب میدیدن. همه مرا نشان میدادن که هزار است. در اونجا ما برای ما چوکی نبود. و کسی چوکی را هم نمیداد که ما در اونجا بشینیم. ما در آخر سنف رفتم ششتم. یک زن بود، زن تحصیل کرده و این برای از این بچه ها میگفت که هزاره هم از افغانستان هست، از این مردم هست. Qu'est-ce qu'être Hazara? Qu'est-ce qu'être Afghan? Où commence et où s'arrête la différence? Y a-t-il une fatalité à être victime à force de violences longtemps banalisées? Apprendre du passé? Apprendre pour l'avenir? Croire à sa chance parmi les autres Afghans? Ces questions n'épargnent pas l'enfance. از خانه بور میکرد که مقابل از ما جنگ میکنه. بگناه مردم بگناه از دشتا میوردن مکشته که جنگ میکنه. از خانه هایشی بور کده میوردن. خانمو روزه میکرد دیگه پشت پول میزد و در میگرد. خانه ای بند. چیزی که کار آماده اگر خوبتر بود بور بود پشت پول روزه میکرد و رو در میدرد. خانمو که میمد از این سر که چه قصد در زندگی که خانمو کده مهاجر بود و اینم اینجا. که میمد در میزه دیوالا که میمد در اونمو چیزی که کار آماد بود قرقل کرد پیدا میکرد ورده پشت پول میزد بازو دیوالا رو در میگرد. ایرا اندر جور میکنم که بچ کچا دستکول در مطب ببره. دستکول جور کرده که در مطب ببره. کتاب در کتابش نفت آدارم. یا ماده که خونده ما را گرد شانده کلگی ما را از ما پرسان کردم از 70 نفر که ما چی فارقه مردم هستید ما گفتیم آزاره هستیم یا شهر بعد از ما را دستان ما را بسته کرده این منطقه که شما ببینیم فعلا اینجا و اینجا
ما را آورده که فهمید اینجا اول یک نفر به نام عوض همینجا جایش هست که همینجا سرش فایر کرده که همون اول را از بین برده بعد از ما اینجا دیگرهای ما را اینجا دستای ما را بسته کرده ما دونه قسمت بودیم نفر را که سرش فایر کرده یک نفر دیگر در پالی از ما بودی یک هفته را که یک مرمی در طرق سر ما اینجا صحبت کرد یکی در اینجا ما خودم در زیر از این انداختم تا مالای دو دفعه سر ما آمده که تا مالا یک بجه رو ماندم بازه یک بجه بود همین دستایم بسته کرده که طرفی در دکانی گرختم من از او جمله تنها جان به سلامت بودم که یک مرمی در طرفم خورد یکی در پایم مدت یک هفته در اونجا قسمت مانده بود این هفتاد نفر هستم که اینجا بعد از یک هفته مردا بسیار ترس و حراس داشتم از خوف و ترسی طالبا پایین آمده نمیتونستن این میره زنها آوردن اینجا قبر دستجر میکندن یعنی اینجا گرفتن دفن کردن.